مردی جوان مردی و چگونه مرد را باید به وایه رسونید. در بین تمام ملت ها مرد بودن این تنها مرد تولد شدن نیست. مرد بودن یا اینکه جوان مرد بودن این یک حالت یا مقامی دیگری که مرد او را به جهد کوشش شکنجه و به وایه رسی می تواند به دست آورد. اما ما در بین جوانان خود عین حال افسوس مردان و جوان مردان را سال از سال کم مشاهده میکنیم. این روز من میخواستم با شما درباره این مسئله یک دو سخن گوییم و کمی هم باشد روشنی اندازیم و به سوی روحی حلش نظر اندازیم. شاید این سخن ها به آنانی که میخواهند مرد و جوان مرد باشند یک دستور عملی هم شود و دوباره در بین نسل نورس ما مرد و جوان مردان و یگیت های برومند که ناموس و ننگی تاجیک را حفظ و ایمین نگه میدارند پیدا شوند. در میان عصر 20 روانشناس از اروپا جوانان و نورسان را از نظر گذراند و به خلاصه آمد. جوانانی که به وایه می رسیدند تن و اندام مردانه داشتند ولی رفتار و کردنشان بچگانه بود. و متاسفانه عین حال ما در این کشوری خودمان تاجیکستان و بیرون از حدود آن هم جوانان تاجیک را می بینیم که نوابسته از اون که سین و سالشون به 20 یا 25 رسیده است رفتار عادت و کرداری بچگانه دارند. و برای حل این مسئله ناگوار ما باید به تاریخ یک نظری چقور اندازیم. ما یعنی فرزندی آدم اصلا دانا هستیم تا اون قدر دانا که پیش از وقت از مادر تولد می شویم. و اگر ما از مادر سانی تر تولد می شدیم یعنی بدتر از 9 ماه سری ما از بس که مغزی سرمون کلون است از روح تولد شده شوی نمی توانیست براید. بنابراین برعکس دیگر حیوان ها سالهای نخستینی به ویرسی ما به محتاجی پره از مادر می گذرد. و در این سالهای نخستین فرزند مادر برای او منبع خوراک، نوازش، آرامی و اینچنین حل کننده تمام مسئله های او میگردد. اما وظیفه پدر محافظه آیله، آماده نبودن منبع زندگانی و نشان دادن راه به فرزند است. ولی از همه مهمترین وظیفه مرد این آزاد کردن فرزند از محتاج بودن از مادرش است. بله دختران نیز از مرحله محتاج بودن میگذرند، اما برای دختر همواره با مادر بودن این باعث پیدا شدن شرم و نزاکت و رشد میگردد نه تنزل. پسر بچه نمی تواند رفتار، کردار و ناز و نزاکت مادرش را بگیرد. برای مرد لازم است، یعنی چون مثال که وای به مرد یعنی به پدری خود نظر اندازد، رفتار، کردار، گفتاری او را آموزد. در دوران قدیم در یک قبیله سرخپوستان بزرگان قبیله شبانه جوان بچه را تخمین در سن 10 سالگی می دوزیدند و برده بغاره می پرتفتند یا اینکه چقوره کفته او را گر می کردند. این خصلت زشتی آنها نسبت به فرزند به بچه برای آن بود که جوان بچه از آغوش گرمی مادرش جدا شود و حیات نوی مردانه و سخت و دشوار و مستقل را درک کند در بین مردها و از آن غار یا چاه خودش برآمده آید. این دشواری ها و پستی و بلندی ها را
ба сари ҷавонбача ногаҳон чунин бор мекарданд, ки вай аз муҳтоҷ будани ин чунин аз модар раҳо шавад ва марди мустақил гардад. Аммо афсус, ҳоло то бо мо ҳатто як китобе ҳам аз ниёгони мо омада нарасидааст, ки муфассал аз рафтор ва дастурамали мардӣ ва ҷавонмардӣ ҳикоят кунад. Бинобар ин, айни ҳол ин бор дар дӯши падар аст. Падар бояд фарзанди худро аз таги эзори модараш кашида гирад ва ӯро чун мард ба воё расонад ва нишон диҳад, ки дар ин дунё бисёр чизҳои бузург ва муҳим ҳаст барои мард. Аммо чун айни ҳол мо мебинем аксарияти оилаҳо бепадар, яъне мардон дар Русия ва писарбачаро модараш тарбия дорад ва ӯ бо ғамхорӣ ва нозу назокати зан калон мешавад ва ҳатто дар ҳолати душвор гирья ҳам мекунад, чун модараш чунин рафтор дошт дар ин ҳолатҳо. ва акнун писарбача баъд аз воя расидан, вақте ки бо зан калон шуд, ҳамвора таскин ва розигиро дар ҳаёт аз тарафи зан меҷӯяд, на аз ҷониби мард. Яъне барои вай зан пешвотар аст аз мард дида ва қудратро дар мард намебинад, яъне авторитетро дар зан мебинад. Чунки бо зан калон шуд, аввал дар оила, баъд дар ясли, детсад ва мактаб ва баъд дар донишгоҳ. Ва инак агар роҳи ба воя расии ин ҷавонро мо аз назари таҳлил гузаронем, ӯро дар хона ҳам зан, дар ясливу мактаб ҳам зан ва дар донишгоҳ ҳам занҳо калон мекунанд. Чунки дар Тоҷикистони мо мардон дар мардикорӣ ҳастанд дар Россия. Афсус, ин ҳолат чунин гаштагӣ аст охир. Фарқи байни сиёсати марду зан дар ин аст, ки модар мехоҳад фарзандаш аз балоҳо эмин бошад. Мард бошад, мард мехоҳад фарзандаш бениёз бошад. Яъне аз зиндагӣ, аз чизе ва аз касе, инчунин аз модари худ бениёз бошад, муҳтоҷ набошад. Бинобар ин тарбияи мардона ба писарбача муҳим аст. Худо ҳофиз.